سلام عرض می‌کنم خدمت دانش آموزان عزیزم، یک سلام گرم و صمیمانه. من میترا چینیساز هستم، مؤلف و مدرس درس اقتصاد در خدمت شما هستم. لطفاً یه سلام علیکی با هم دیگه بکنیم. سلام، سلام به همه دخترای گلم، حالتون چطوره؟ پسر ندیدم هنوز اینجا. سلام عزیزای من، سلام. آقا سلطان، بله شما پسرید. همگی خوش اومدید به جمع گرم و صمیمی ما در کلاس درس اقتصاد آنلاین. خب اوضاع احوالتون چطوره؟ همه چی رو به راه خوبه؟ آماده هستید برای یک سال جدید و یک تلاش بسیار زیاد؟ خدا رو شکر. خب بچه ها طبیعتاً دوستتون پرسیده های اقتصاد سخته، میگن سخته. طبیعتاً چیزی رو که ما یاد نگرفته باشیم اگر بخوایم ازش آزمونی بدیم سخته، اما به هر حال داشتن یک معلم، یک بلد راه در طول مسیر زندگیمون در هر کاری به ما کمک میکنه که از پس آزمون‌های سخت بر بیایم. طبیعتاً من هم اینجا هستم که کمک کنم به شما که امید خدا و انشاءالله یک آزمون بسیار راحت رو پشت سر بگذارید و بهترین نتیجه رو ازش کسب کنید. من جلسه اول عزیزم تدریس میکنم اینجا. خب اگر سوالی ندارید من شروع کنم به درس دادن. امروز میخوام براتون بخش بازار رو تدریس بکنم. یکی از فصل‌های بسیار مهم کتاب اقتصاد هستش و قطعاً ازش سوال هم خواهیم داشت. توی کنکوری که گذشت پشت سر گذاشتیم 3 تا سوال داشتیم از این درس. طبیعتاً توی کنکور 1400 هم ازش سوال خواهیم داشت. برای رشته انسانی دیگه عزیزم، نکنه اشتباهی اومدی. خب فصل سوم کتاب اقتصاد شما در واقع درس بازار هست و قراره که ما توی این درس 2 گروه بزرگ و عمده‌ای که در این بازار فعالیت می‌کنن رو با همدیگه مورد ارزیابی قرار بدیم. اول بگم که انسان‌ها دارای توانایی‌های مختلفی هستن و این باعث میشه که ما تخصص‌های متفاوتی پیدا کنیم. یعنی من چینی‌ساز یک معلم اقتصاد هستم و در این درس تخصص دارم. طبیعتاً برای رفع نیازهای دیگه هم باید با آدم‌های دیگه ای مراجعه بکنم. همین مسئله باعث میشه که ما دست به تقسیم کار در واقع بزنیم. خب کافه نکته که همین رو توضیح داده، میرسیم به بخش بازار. دسته‌بندی افراد جامعه در بازار به 2 گروه عرضه کننده و تقاضا کننده میرسه. عرضه کننده همون تولید کننده است و تقاضا کننده هم مصرف کننده ها یا خانوارها هستند. خب عرضم به حضورتون که یک مفهومی که اینجا عنوان میشه این هستش که رفتار اقتصادی چی هستش. ببینید بچه ها، عکس العمل و واکنشی و رفتاری که افراد در قبال اتفاقاتی که در بازار میفته از خودشون نشون میدن رو بهش میگن رفتار اقتصادی. خب رفتار اقتصادی خانوارها اسمش میشه تقاضا، رفتار اقتصادی مصرف تولید کنندگان هم اسمش میشه عرضه. جزوه تا اینجا بعداً مرور کنید. میرسیم به مبحث تقاضا. من میخوام تقاضا رو براتون کاملاً توضیح بدم. با من همراه باشید. لطفاً پیام فعلا ندید. من یه مقداری که درس دادم بعد ازتون میپرسم که سوالاتتون رو عنوان کنید. عرض کردم که تقاضا در واقع رفتار اقتصادی مصرف کننده هستش. یعنی در پی رفع یک نیاز با پشتوانه پول ما یک کالا یا خدماتی رو طلب میکنیم که بهش میگن تقاضا. عوامل مختلفی در میزان تقاضای ما مؤثر هستن. مهمترین عامل وقتی که ما وارد بازار میشیم این هستش که یک قیمت یک کالا رو بررسی کنیم. بنابراین مهمترین عامل رو قیمت، اسمش رو میذاریم پس قیمت. این میشه علت، حواست باشه بعداً ازت سوال میپرسم. و مقدار تقاضا رو اسمش رو میذارم معلول.
اما عوامل دیگه هم مؤثر هستند بعد از قیمت. فرض کنید که قیمت ثابت باشه، سایر عواملی که تاثیر میذاره روی مقدار خرید من درآمدم هستش، سلیقه‌ام هستش، قیمت سایر کالاها که الان توضیح میدم چی است، و اثر تبلیغات. یعنی تبلیغات میتونه سلیقه من رو تغییر بده و در میزان تقاضای من مؤثر باشه. اما قیمت سایر کالاها چی هستش؟ توی کتابش توضیح راجبش داده نشده. ما وقتی که وارد بازار میشیم با دو گروه کالای دیگه علاوه بر کالایی که میخوایم خریداری کنیم مواجه میشیم. یکی از این کالاها کالاهای جانشین هستن که وقتی که قیمت یک کالای بالا میره من سعی میکنم از کالای جانشین استفاده کنم. یک مثال بزنم، مثلا اگه قیمت گوشت قرمز گرون بشه طبیعتا من میرم سراغ مرغ که قیمتش ثابت مونده، یا مثلا اگر نان برنج گرون بشه مردم سراغ نان میرن. اما گروه دوم این کالاها کالاهای مکمل هستن. وقتی من میرم چای بخرم طبیعتا قیمت قند هم برای من مهم هستش، چون چای و قند با هم دیگه مکمل هستن. پس بنابراین اگه چای گرون بشه میزان خرید قند هم کاهش پیدا میکنه، یا بالعکس اگر قند گرون باشه میزان خرید چای هم تغییر میکنه. خیلی خوب، من میخوام دو تا حالت خوبی پاک کنه ما عمل کرد. میخوام دو تا حالت برای تقاضا رو براتون عنوان بکنم. تا اینجای درس اگه سوالی دارید سوالتون رو بپرسید، اگر نه بریم ادامه یه درس. خب بچه سوال ندارید؟ من منتظر هستم سوالاتتون رو بپرسید. بچه فعلا حالا راجع به گیج شدن اینا صحبت نکنید، بذارید این درس رو توضیح بدم، بعد 10 دقیقه آخر براتون توضیح میدم که با در واقع درس اقتصاد توی کنکور چطوری باید عمل بکنیم، رفتار بکنیم. یه بار دیگه سایر عوامل رو بگم. مهمترین عامل قیمت بود، توی جزوه هستش. سایر عوامل شامل درآمد من هست که اگه درآمدم تغییر بکنه طبیعتاً میزان تقاضای من هم تغییر میکنه. سلیقه‌م ممکنه نسبت به سالهای گذشته تغییر بکنه، پس بنابراین در میزان تقاضای کالا مؤثر هستش. تبلیغات میتونه سلیقه من رو تغییر بده، یا اینکه حال من رو راجع به یک کالا خوب یا بد بکنه، بنابراین مقدار تقاضام تغییر میکنه. و گفتم قیمت سایر کالاها که کالاهای جانشین بودن، که اگر کالای اصلی من گرون بشه من میرم سراغ کالاهای جانشین، و اگر کالای مکمل که کالایی هستش که همراه با کالای اصلی مصرف میکنم نیز تغییر قیمت داشته باشه ممکنه در تقاضای من تاثیر بذاره. خیلی خب بریم سراغ ادامه درسمون. خب این صفحه حرکت نمی کنه. خیلی. برای تقاضا ما دو تا حالت متصور هستیم. بچه خوب گوش کنید، توی کتاب درسی هیچ توضیحی راجع به حالت دوم داده نشده، اما وقتی که سراغ تست ها میریم میبینیم توی تست ها از این حالت دوم استفاده شده توی پاسخ ها، توی گزینه ها در واقع، و ما رو به چالش میکشه و ممکنه ما با یک انتخاب اشتباه یه دونه گزینه یه تستمون رو بسوزونیم. بنابراین من هر دو حالت رو برای شما توضیح میدم، هر دو حالت رو برای شما توضیح میدم. حالت اول، در حالت اول من قیمت متغیر و سایر عوامل ثابت. خب پس گفتم حالت اول قیمتم رو متغیر فرض میکنم، سایر عواملم رو ثابت فرض میکنم. در قیمتهای مختلف برای کالایی مثل گوش میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته. مردم قیمت کم رو دوست دارن، بنابراین در پایین ترین قیمت که قیمت 10,000 تومنه میبینیم که بیشترین میزان تقاضا اتفاق میفته. میخوام اینو روی منحنی بهتون نشون بدم.
یک منحنی رسم میکنم، بازوی عمودیشو اسمشو میذارم قیمت و بازوی افقی رو اسمشو میذارم مقدار. در قیمت 10,000 تومان نگاه کنید، با نقطه چین اومدم وصل کردم، مقدار مصرف یا خرید مردم 15 واحد بود، نقطه 30 به وجود اومد. بعد به دلایلی قیمت در بازار افزایش پیدا میکنه، میشه 20,000 تومان. وقتی قیمت گرون میشه مردم سعی میکنن میزان مصرفشون رو کم کنن، یا صرفه‌جویی میکنن یا میرن سراغ کالاهای جانشین. بنابراین میزان مصرف میشه 12 واحد. باز این دو نقطه رو به هم وصل کنم، نقطه B به وجود میاد. باز دلایلی باعث میشه که قیمت به 30,000 تومان برسه. تو این حالت دیگه اصلا حال مصرف کننده خوب نیست، بنابراین میزان مصرفش رو میرسونه به 9 واحد، نقطه A به وجود میاد. حالا من اگه این سه تا نقطه رو به هم وصل کنم، منحنی دی یا دیمند که منحنی تقاضا هست به وجود میاد. خب منحنی دیمند چه نوع منحنی هست؟ با هم دیگه بررسیش میکنیم. ریاضی رو از چپ به راست میخونیم. میگم منحنی تقاضا از چپ به راست یک منحنی نزولیه، معمولا نزولی. به قیدهایی که استفاده میکنیم توجه کنید، گفتم معمولا نزولی. یعنی چی خانوم؟ یعنی که ممکنه اتفاقی باعث بشه که این از حالت نزولی خارج بشه، ولی شما فعلا اینو میخونید. انشاءالله دانشگاه حالتهای دیگر هم خواهید خون. پس از چپ به راست یک منحنی معمولا نزولی. دیگه چه ویژگی داره؟ میپرسن نزولی بودن یعنی چی؟ میگم یعنی هر چه قیمت بیشتر مقدار تقاضا کمتر. پس نزولی بودن معنیش میشه هر چه قیمت بیشتر مقدار تقاضا کمتر، یا بالعکس هر چه قیمت کمتر میزان تقاضا بیشتر. و سومین ویژگی که میخوام عنوان بکنم این هستش که نتیجه میگیرم که بین قیمت که مهمترین عامل بود و مقدار تقاضا رابطه عکس وجود داره. خب سوال تا اینجا؟ لطفاً اگه سوال دارید بپرسید. وقتی صحبت نمی کنید من میگم خیلی خوب فهمیدن، خدا رو شکر کلی دانش آموز زرنگ اینجا حضور دارن، دیگه توضیح بیشتر نمیدم، میرم سراغ مطلب بعدی. اگه سوال ندارید من میرم سراغ مطلب بعدی. بذارید من یه سوال همینجا برای شما مطرح کنم. بچه‌ها گوش کنید، اگر از شما پرسیده بشه که علت جابجایی نقطه آ به ب چی هستش، گوش کن، میگه نقطه آ وضعیت تقاضا بوده، علت جابجاییش به نقطه ب چه هستش، من باید بگم که به علت اینکه قیمت از در نقطه آ از 30,000 تومان به 20,000 تومان رسیده. پس قیمت از 30,000 تومان به 20,000 تومان رسیده، مقدار تقاضام از 9 واحد به 12 واحد افزایش پیدا کرده. گوش کن، علت رو قیمت گذاشتم، معلول رو مقدار تقاضا گذاشتم. و بالعکس اگر بگم که نقطه سی به بی جا به جا شده علتشو بگید، باز شما باید بگید که به علت افزایش قیمت مقدار تقاضا کاهش پیدا کرده. نگاه کن، در نقطه سی 10,000 تومان بوده، در نقطه بی 20,000 تومان، پس قیمت زیاد شده، مقدار تقاضا کاهش پیدا کرده. سوال بچه ها؟ خب آقای ابوبکر گفتن که اگه سعودی باشه چی؟ ما
در کتاب اقتصاد شما که قرار کنکور باهاش بدید حالت سعودی رو نداریم. بنابراین شما هم بیخیالشید، فعلا همینو یاد بگیرید، انشاءالله دانشگاه در اقتصاد خورد اینو شما یاد میگیرید. قبوله؟ کتاب برای تستم میگم، همه چی میگم بهتون. فعلا بگید وضعیت کلاس چطوره؟ راضی هستید از کلاس؟ مرسی، مرسی. عالی، شما هستید که الان تو این ساعت از روز اینجا هستید و دارید درس رو یاد میگیرید. خیلی خوب. بریم درسمون رو ادامه بدیم. با حالت دوم. حالت دوم رو میخوام بهتون بگم. تو حالت دوم بچه ها فرض میکنم که قیمت ثابت، این دفعه سایر عوامل متغیر. یه وضعیتی پیش اومده، یه مدت خاصی قیمت توی بازار استیبل ثابت مونده، اما عوامل دیگه متغیر شدن. مثلا درآمدم افزایش پیدا کرده، مثلا سلیقه‌ام به نفع کالا عوض شده یا به ضرر کالا. درآمدم کاهش هم میتونه پیدا بکنه. قیمت سایر کالاها هم ممکنه تغییر کرده باشه، زیاد یا کم شده باشه. من الان میخوام سلیقه رو با شما بررسی کنم. یه مثال میزنم، خوب گوش کنید. فرض کنید تلویزیون یک برنامه پزشکی میذاره و پزشک مربوطه میاد توی تلویزیون راجع به گوشت میخواد صحبت بکنه. میگه که عامل اصلی رشد کودکان مصرف روزانه گوشت قرمزه. قیمت 20,000 تومان بوده تو بازار. نگاه کنید، در قیمت 20,000 تومان مردم 12 واحد کالا خریداری میکردن. یه منحنی دارم به اسم منحنی دی. فعلا دوتا منحنی کناراشو در نظر نگیرید. برنامه تلویزیونی باعث میشه که سلیقه مردم نسبت به گوش بهبود پیدا کنه. چه وضعیتی پیش اومد؟ سلیقه به نفع کالا تغییر کرد. وقتی میگم سلیقه به نفع کالا تغییر کرد، یه حالت مثبتی برای من پیش میاد. حالت مثبت در ریاضی بچه ها سمت راسته. دارم بهت راه کوتاه میگم، میانبر میگم. گوش کن، تو قیمت 20,000 تومان قیمت تغییر نکرده، سلیقه مردم نسبت به کالا خوب شده، مقدار تقاضا افزایش پیدا میکنه، میشه 15 واحد. نقطه خارج شد از روی منحنی، بنابراین باید یک منحنی جدید به اسم دپریم رسم کنم. یک منحنی جدید به اسم دپریم. کدوم طرف خانم؟ سمت راست. شرایط به نفع کالا تغییر کرده، پس منحنی به سمت راست جابجا شد. حالا حالت برعکسش رو در نظر بگیر. توی یه همون برنامه تلویزیونی پزشکی که داره مصاحبه میکنه میگه که یکی از عوامل سرطان در بانوان مصرف گوشته. یه دفعه حال مردم راجع به گوشت بد میشه. چه اتفاقی میفته؟ سلیقه به ضرر کالا تغییر میکنه. سلیقه به ضرر کالا تغییر میکنه. خب من حالتشو با منفی نشون میدم. منفی در ریاضی سمت چپه. نگاه کن، تو قیمت 20,000 تومان قیمتم که ثابت بود، شرایط دیگه تغییر کرد. باعث شد که سلیقه‌ام باعث شد که مقدار مصرفم بشه 9 واحد. نقطه از روی منحنی خارج شد. یه منحنی جدید به موازات منحنی قبلی رسم میکنم، اسمشو میذارم دزگوند اسمشو میذارم. چون سلیقه‌ام به ضرر کالا تغییر کرده بود، منحنی به سمت چپم جابجا شد. منحنی به سمت چپ جابجا شد. تا اینجا سوال لطفاً. همیشه تو حالت اول علت قیمت، سایر عوامل جانبی هن و معلول هم که مقدار میشه.
تو حالت دوم سایر عوامل علت هستن، باز مقدار معلوله. پس اینطوری نتیجه بگیر، همیشه معلولت مقداره. حالا عواملی مثل قیمت یا درآمد یا سلیقه یا قیمت سایر کالاها میتونه مقدار معلولم رو تغییر بده. خب پیامو رو از حالت خصوصی برداریم، شما هم سوالا رو ببینید. بچه من واقعا بلد نیستم این کارا، ببخشید. مسئولین اون پشت اگه میتونید شما حالت پیامو رو از حالت خصوصی دارید، بچه هم پیامو رو ببینن. خب میگن که فقط راجع به درس فعلا اگه سوال بپرسید میتونیم از حالت خصوصی در بیاریم، اما اگه هی بخواید بگید امتحان چطوریه و اینا نمیشه. خب من این چیزای اضافه‌ای که روی صفحه سو پاک میکنم، همه اینا توی جزوه‌تون هستش، اصلا نگران نشید. خیلی خوب، حالا گوش کنید، میخوام یه سوال ازتون بپرسم. تستم داره، تستارم بعدا میتونید انجام بدید. سوال 156 رو با هم دیگه بررسی کنیم. گفته افزایش قیمت مرغ. وقتی میگه افزایش قیمت مرغ، افزایش قیمت مرغ حالت اوله که قیمت ها متغیر بود، سایر عوامل ثابت. پس میگه افزایش قیمت مرغ چه تغییری در منحنی تقاضای این کالا ایجاد میکنه؟ حالت اول افزایش قیمت، حالت منفی. حالت منفی یا نامطلوب سمت چپ. ولی چی سمت چپ؟ چون حالت اوله نقطه تقاضا. ببینید تو حالت اول وقتی قیمت از 100 تومن مثلا قیمت مرغ برسه به 200 تومن، نقطه تقاضا به سمت چپ خودش جابجا میشه. مکان هندسی منحنی نه منحنی نه، اینو خطش میزنم. مکان هندسی منحنی تقاضا، باز دوباره اینو خطش میزنم، رسیدم به 3 و 4. مکان هندسی نقطه تقاضا روی منحنی به سمت چپ، بله، حالت نامطلوب، مکان هندسی نقطه به سمت چپ جابجا شد. پس جواب گزینه 3 میشه. چشم. خب سوال 160 رو با هم دیگه بررسی کنیم. سوال 160 رو از رنگ قرمز استفاده. گفته کدام منحنی بیانگر وضعیت تقاضا برای کالایی است که با افزایش قیمت مواجه شده؟ باز هم حالت اول افزایش قیمت نامطلوب، وضعیت نامطلوب سمت چپ. خب نگاه کنم، منتها چی سمت چپ؟ نقطه سمت چپ. پس منحنیایی که خودشون جابجا شدن اصلا جواب من نمیتونه باشه. میرم سراغ منحنی که نقطه جاشو عوض کرده. سمت چپ کدوم منحنی؟ این منحنی سمت چپ رفته. بنابراین جواب من گزینه 4 هستش. حالا اگه سوال دارید میتونید سوالاتون رو بپرسید. منتظرم سوال بپرسید. آفرین کوثر، آفرین شماهایی که جواب دادید، مرسی ازتون، ممنونم، معلومه که قشنگ متوجه شدید. خیلی هم خوب، چه شاگردای باحالی داریم ما. هر دو حالت با هم دیگه اتفاق نمیفته. تو دنیای واقعی آره هر دو حالت اتفاق میفته، ولی من عزیزم دارم درس اقتصادی رو میدم که در قوانین مخصوص خودش تعریف میشه. بنابراین هر حالت رو جدا جدا، شما هم هر حالت رو جدا جدا توی کتاب، هرگز دو تا حالت با هم دیگه اتفاق نمیافته، نگران نباشید. یه بار دیگه این سوالو بگم. گفته که سوال 160
گفته کدام منحنی بیانگر وضعیت تقاضا برای کالایی است که با افزایش قیمت مواجه شده؟ عذرخواهی میکنم. افزایش قیمت یعنی تغییر قیمت حالت اول بود. افزایش قیمت وضعیت نامطلوب بود برای مصرف کننده. نامطلوب و با علامت منفی، منفی در ریاضی سمت چپ. بنابراین میگم چون حالت اوله نقطه به سمت چپ خودش جابجا میشه. اگر حالت دوم بود میگفتم کل منحنی به سمت چپ خودش جابجا شده، ولی اینجا حالت اوله، پس فقط جای نقطه ها عوض میشه. یه بار دیگه خلاصه این قسمت رو بگم. اگر قیمت متغیر، سایر عوامل ثابت بود. حرکت تغییر قیمت باعث میشه که نقطه روی منحنی حرکت کنه. افزایش قیمت نامطلوب، نقطه ها به سمت چپ. کاهش قیمت وضعیت مطلوب، نقطه به سمت راست جابجا میشه. حالت دوم قیمت ثابت، سایر عوامل متغیر. مثلا سلیقه‌ام به ضرر کالا تغییر کرده، کل منحنی به سمت چپ چون نامطلوبه. سلیقه‌ام به نفع کالا تغییر کرده، حالت مطلوبه، کل منحنی به سمت راست جابجا میشه. الان یه بار دیگه آقای ابوبکر توضیح دادم دیگه، دو تا حالت رو توضیح دادم براتون. الان متوجه شدید؟ بله، دارم تقاضا رو درس میدم. اینا حالت‌های تقاضا هست در رابطه با مصرف کننده. تقاضا برای مصرف کننده است. خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما. خیلی خوب. یکی دو تا تست دیگه بزنیم بچه‌هایی که متوجه نشدن. سوال 157 رو نگاه کنید بچه‌ها. میگه هر چه قیمت، باز داره حالت اولو میگه. چه نتیجه‌ای میگیرم؟ نتیجه‌ای که میگیرم این هست، حالت دوم فقط ممکنه تو گزینه‌ها منو به چالش بکشه، وگرنه از خودش ممکنه سوال خیلی کم بیاد یا اصلا نیاد. بنابراین گفته قیمت، تا گفت قیمت میگم حالت اول. حالا گفت کاهش، میگم وضعیت مطلوب. چرا مطلوب؟ چون مصرف کننده قیمت پایین رو دوست داره، پس این حالت مطلوبه. خب حالت مطلوبه. یه بار دیگه، چرا مطلوبه؟ چون مصرف کننده قیمت پایین رو دوست داره. میگه هرچه قیمت یک کالا کاهش یابد، میزان خرید همون تقاضای بچه ها. تقاضای خانوارها چه تغییری میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. خودش هم گفته افزایش پیدا میکنه. این رابطه بیانگر کدام مفهوم است؟ نگاه کن، قیمت کاهش، مقدار افزایش. یعنی بین قیمت و مقدار تقاضا رابطه عکس وجود دارد. بین عامل قیمت و مقدار تقاضا رابطه عکس وجود دارد. جواب گزینه 1. یه تست دیگه انتخاب کنیم. سوال 152 رو با هم دیگه بررسی کنیم. گفته در رابطه با واقعیت کدام عبارت نادرست است؟ بچه ها دقت کنید، نادرسته. یعنی سه تا گزینه درست دارم، یه گزینه نادرست. میگه قیمت یک کالا و مقدار خرید آن، قیمت و مقدار تقاضا، یعنی به وسیله مصرف کننده رابطه مستقیم دارد. اتفاقا اشتباه داره، میگه قیمت و مقدار با هم دیگه رابطه غیر مستقیم داشت. یعنی همین اول جواب پیدا شد، گزینه 1. دیگه سوال بپرسید. خیلی خوب، بریم سراغ ادامه درسمون که بررسی وضعیت عرضه است. خیلی همه به من گوش کنن، حواسا به من باشه.
گوشی‌ها رو بذارید کنار، چشم و گوشتون به معلمتون بشه. رفتار اقتصادی تولید کننده ها. تولید کننده اسم رفتار اقتصادیش عرضه هستش. عرضه، کالا رو تولید و عرضه میکنه. پس رفتار اقتصادیش اسمش عرضه است. خیلی تولید کننده ها بچه ها برای اینکه مقدار تولیدشون رو تغییر بدن به عوامل مختلفی وابسته هستن. باز هم مهمترین عامل در تصمیمشون چی هستش؟ قیمت کالا هست. ولی برعکس مصرف کننده ها که قیمت کم و دوست داشتن، تولید کننده ها عاشق قیمت بالا هستن. پس اولین و مهمترین علت میشه قیمت. اسم اینو میذارم علت. مقدار تقاضا، مقدار عرضه میشه معلول. خب آیا فقط همین یه عامل؟ خیر، عوامل دیگه هم هست. هزینه های تولید هم میتونه تاثیر بذاره روی میزان عرضه. خانم میشه بگی یعنی چی؟ آره الان برات میگم. گوش کنید، ما یه فرمول داریم، میگیم سود مساوی است با، گوش کن، سود مساوی است با درآمد منهای هزینه. خب درآمد، درآمد منهای هزینه. حالا اگر من هزینه هام بره بالا، زیاد بشه، هزینه هام بره بالا، طبیعتاً سودم میاد پایین. مثال میزنم، مثال خودمو میزنم. یکی میپرسه خانم چینی‌ساز درآمد چقدره در ماه؟ مثلا میگم 5 میلیون تومان. خب میگم درآمدم 5 میلیون تومانه. شروع کنم؟ خیلی بازم نمی‌نویسم. خب من این ور رو این تخته توضیح میدم براتون تا مشکل اون ور رو حل کنن. اوکی. گوش کنید به من. گفتم که از من میپرسید خانم چینی‌ساز درآمدت چقدره؟ میگم درآمدم در ماه 5 میلیون تومانه. یه نفر میپرسه خالص؟ میگم نه بابا، رفت و آمد و مالیات و هزینه استهلاک و همه این چیزا رو هم در نظر بگیرم، هزینه هام میشه 2 میلیون تومان. بنابراین سودم میشه 3 میلیون تومان. حالا گوش کن، اگر یه اتفاقی باعث بشه که من هزینه هام بره بالا، مثلا ماشینم خراب بشه با آژانس بخوام برم، هزینه هام بره بالا بشه 3 میلیون تومان، درآمدم که همون 5 میلیون تومان ثابت بوده، پس سودم میشه چقدر این دفعه؟ 2 میلیون تومان. حالا من تولید کننده علم، منم تولید کنندم دیگه، انگیزم میاد پایین، انگیزم کاهش پیدا میکنه، در نتیجه میزان تولیدم رو هم میارم پایین. مفهومه؟ خیلی خوب بچه ها، فقط زمانی که ازتون سوال میپرسم سوالاتونو بنویسید که من بتونم سوالا رو ببینم و جواباتونو بدم. خیلی خب، پس عوامل دیگه ای هم میتونه باعث بشه که من مقدار تولیدم رو کاهش بدم. یکی از اون عوامل هزینه ها بود. یه مثال میزنم، میگم دولت مالیات تولید کنندگان مواد غذایی را کاهش داده. اگر با فرض ثابت بودن
قیمت این اتفاق عملی شود، یعنی مالیات کم بشه، چه تغییری در میزان تولید صورت میگیرد؟ خب سوالم گفته مالیات کم شده. بچه ها مالیات یکی از هزینه های تولید کننده است، یعنی در حین تولید وقتی مالیات میده هزینه است، پولیه که خرج کرده. اگه هزینش بیاد پایین، برعکس اینجا، اگه هزینش بیاد پایین سودش میره بالا، پس حالش خوب میشه، انگیزش زیاده، در نتیجه تولیدش رو زیاد میکنه. آفرین آیدا، تو داری جلو جلو میری، هنوز من درس ندادم اونجا رو. خیلی خوب گوش کنید به من، حالا میخوام ادامه درس رو روی منحنی با هم دیگه بررسی کنیم. خب به مثال توجه کنید، من تختم درسته؟ تخته من درسته؟ خیلی. به مثال توجه کنید، میخوام وضعیت عرضه رو روی منحنی بررسی کنم. تو نیم ساعت قبل کلاس تقاضا رو بررسی کردیم، الان میخوایم عرضه رو بررسی کنیم. میگم که همون کالای گوشت رو در نظر بگیر، تو قیمت 10,000 تومان الان راجع به عرضه کننده دارم یا تولید کننده دارم حرف میزنم. تولید کننده قیمت کم رو دوست نداره، پس مقدار تولید یا ارزش کمه. مقدار تولید یا ارزش کمه، روی منحنی نشون میدم. تو قیمت 10,000 تومان فقط 9 واحد کالا تولید میکنه، اسمشو میذارم نقطه سی. دلایلی باعث میشه قیمت زیاد بشه، برسه به 20,000 تومان. حال تولید کننده یه ذره خوبه، مقدار تولیدش رو میکنه 12 واحد، نقطه بی به وجود میاد. باز یه عواملی باعث میشه قیمت زیاد بشه، میرسه به 15 واحد، نقطه آ به وجود میاد. اگر این سه تا نقطه رو به همدیگه وصل کنم، منحنی اس یا سپلای به وجود میاد. منحنی اس یا سپلای یعنی عرضه به وجود میاد. با همدیگه ویژگیاشو بررسی کنیم. از سمت چپ به راست، برعکس تقاضا که نزولی بود، این صعودیه، داره به سمت بالا میره. صعودی بودن یعنی چی؟ یعنی هرچه قیمت بیشتر مقدار عرضه هم بیشتر، و بالعکس هرچه قیمت کمتر مقدار عرضه هم کمتر. خب چه نتیجه ای میگیرم؟ بین قیمت و مقدار عرضه رابطه مستقیم این دفعه وجود داره. پس بین قیمت و مقدار عرضه رابطه مستقیم وجود داره. یادتونه برای مصرف کننده میگفتم بین قیمت و مقدار مصرف یا تقاضا رابطه عکسه، چون قیمت زیاد رو دوست نداشتن، ولی برای تولید کننده دارم میگم رابطه مستقیمه، چون تولید کننده قیمت زیاد رو دوست داره زیاد تولید میکنه، قیمت کم رو دوست نداره کم تولید میکنه. حالا سوال، مالیات هزینه مستقیمه. بچه ها یه چیزی الان بهتون میگم، راجع به فصلهای دیگه دارید درس میپرسید، ولی چون مهمه بهتون میگم. یادتون باشه تنها هزینه غیر مستقیم، هزینه فرصت از دست رفته است. بقیه هزینه ها همشون هزینه مستقیمن. انشاءالله تو جلسات بعد اینا رو بهتون حسابی یاد میدم، نگران نباشید. خیلی خوب، سوال ندارید، میریم ادامه درسمون. خب حالت دومی هم برای عرضه وجود داره، مثل تقاضا. توی این حالت این دفعه قیمت رو
ثابت فرض میکنم، سایر عوامل رو متغیر. یه مثال میزنم، خوب گوش کن به من. میگم که دولت، همین مثالی که الان زدم، مالیات تولید کنندگان را افزایش داده است. دوباره فرموله رو بنویسم. سود مساوی است با درآمد منهای هزینه. خب مالیات یه دونه از هزینه ها بود، پس اگه مالیات زیاد بشه طبیعتاً سود تولید کننده کم میشه. چه اتفاقی میفته؟ حالش بده بنده خدا، انگیزش کم میشه. وقتی انگیزه کم بشه تولید هم کم میشه، حاضر نیست تولید کنه. روی نمودار نگاه کن، قیمت ثابت 20,000 تومان بوده. تو حالت عادی مردم 12 واحد کالا میخریدن. حالا مالیات تولید کننده زیاد شده، حالش بده، مقدار تولیدش رو میکنه 9 واحد. ببین نقطه از روی منحنی خارج شد اومد بیرون، یه منحنی جدید به موازات منحنی قبلیم رسم میکنم، اسمشو میذارم اسپریم. چه اتفاقی افتاد؟ شرایط به ضرر عرضه تغییر کرد. حالت نامطلوب، علامت منفی، منفی سمت چپ. پس کل منحنی اسم به سمت چپ حرکت کرد، چون منحنی اسپریم، کل منحنی اومد به سمت چپ. یه مثال دیگه بزنم. حالت دومی که تأثیر میذاره در میزان تولید، پیشبینی رونق یا رکوده. یعنی چی خانم؟ یعنی که تولید کننده قبل از اینکه دست به تولید بزنه بازار رو بررسی میکنه. اگر مردم شغل داشته باشن، پول داشته باشن، میخوان پولو خرج کنن، پس بازار دچار رونق میشه، حال خوبیه. تولید کننده تولیدو میبره بالا. برعکس، مردم شغل ندارن، درآمدها اومده پایین، کالا نمیخرن، پس تولید کننده بازار رو بررسی میکنه، میبینه رکود هستش، پس میزان تولیدشو میاره پایین. حالا مثالی که میخوام بزنم، فرض کنید که بازار دچار رونق شده، یعنی مردم پول دارن، میخوان پولا رو خرج کنن، پس بنابراین بازار دچار تحول و رونقه. تولید کننده حالش خوب میشه، قیمت تغییری نکرده، ثابته 20,000 تومان، منتها سایر عوامل این دفعه به نفع عرضه تغییر کرده. تولید کننده با همون قیمت 20,000 تومان ولی این بار 15 واحد کالا تولید میکنه. نقطه از روی منحنی اس خارج شد، یه منحنی جدید به موازاتش میکشم، منتها سمت راست. چرا؟ چون شرایط به نفع عرضه تغییر کرده. وقتی که به نفعش باشه حالت مطلوبه، مطلوب در ریاضی با علامت مثبت، علامت مثبت سمت راست، پس کل منحنی به سمت راست جابجا میشه. حالا تا اینجا اگه سوال دارید لطفاً بپرسید. اینجا منظور از سود، سود ویژه است خانم آیدا، اتفاقاً سود ویژه است و هزینه ها هر جفتشه، جمع مستقیم و غیر مستقیم. عزیزم من اگه بخوام همش یه بار دیگه بگم نمیتونم بهتون درس بدم دیگه، بعدن فیلماشو براتون میذارن، یه بار دیگه گوش کنید و ببینید شما. باشه، الان تازه دارید با من آشنا میشید، به خاطر همین با یه بار توضیح زیاد حالتون خوب نیست. جلسه بعدی دیگه اونو با خانم دستیار صحبت کنید، بهتون اطلاع میدن. دقیقاً همینطوره آیدای عزیزم، گوش کنید بچه‌ها. آیدا میگه میتونیم بگیم حرکت‌ها مثل همه. من یه بار یه خلاصه از کل تقاضا و عرضه بهتون میگم. تقاضا دو حالت داشت. حالت اول قیمت متغیر، سایر عوامل ثابت. گفتم قیمت زیاد بشه حالت منفیه برای مصرف کننده، پس جای نقطه به سمت چپ میره. قیمت کم بشه حالت مطلوبه برای مصرف کننده، جای نقطه به سمت راست میره. این حالت اول. حالت دوم قیمت ثابت بود، دیگه راجع به قیمت حرف نمیزنم، سایر عوامل به نفع مصرف کننده تغییر کنن، مثلا درآمدش زیاد بشه یا سلیقش خوب بشه،
کل منحنی به سمت راست. سایر عوامل به ضرر مصرف کننده تغییر کنه، درآمدش بیاد پایین، سلیقه‌اش عوض بشه، بد بشه، کل منحنی به سمت چپ. این از تقاضا. برای عرضه، برای عرضه دو تا حالت باز هم داریم. قیمت متغیر، سایر عوامل ثابت. اگه قیمت زیاد بشه، تولید کننده حالش خوبه، مطلوبه. جای نقطه عرضه به سمت راست. اگر قیمت کم بشه، حال تولید کننده بده، نامطلوبه. نقطه به سمت چپ. حالت دوم، قیمت ثابت، سایر عوامل تغییر کنه. مثلا هزینه ها زیاد بشه، حالت نامطلوب، به ضرر تولید کننده. کل منحنی به سمت چپ. هزینه ها کم بشه، حالت مطلوب، کل منحنی به سمت راست جا به جا میشه. بگید ببینم چه خبره توی اینجا؟ خوبید؟ حالتون خوبه؟ هنگ نکردید؟ درس رو دوست دارید؟ مرسی، ممنونم از فیدبک های خوبتون. بخش اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم تو جلسات بعدی به ترتیب درس داده میشه. امروز یکی از گلای درس رو بهتون دارم میدم. حالتون خوب بشه، بعد دوباره از اول شروع میکنیم. نگران نباشید. فصل اولمون چون مفاهیم بود، چیز درخوری نداشتش که بخوام اینجا مسئله حل کنم، نموداری چیزی نشون بدم. بنابراین چیکار کردم؟ گل درس ها رو اومدم براتون توضیح دادم که حالتون خوب بشه، کیف کنید از اقتصاد. مرسی از شماها. بریم ادامه درسمون. میخوایم تست بزنیم. خب من از همینجا با شما بررسی میکنم. سوال 161. قیمت یک کالا و میزان تولید و عرضه آن از سوی تولید کننده. تولید کننده بچه ها. تولید کننده رابطهش با قیمت چی بود؟ رابطه مستقیم بود. قیمت میرفت بالا، مقدار عرضه هم میرفت بالا. قیمت میومد پایین، مقدار عرضه هم میومد پایین. پس گزینه 4، این کنکور 93 بوده. انگیزه تولید کنندگان از تولید یک کالا چیه؟ هممون دنبال کسب سود هستیم. هیچ کدوممون محض رضای خدا کار نمی کنیم. تصمیم تولید کنندگان در مورد میزان تولید یک کالا متأثر از کدام عامل نمی باشد؟ خب درآمد تولید کننده، من توی توضیحاتم چیزی نگفتم. برای اینکه درآمد تولید کننده بعد از تولید اتفاق میفته، ما قبل از تولید باید ببینیم چه عواملی باعث میشه تولیدمون رو زیاد کنیم. قیمت کالا بود، هزینه ها بود، پیشبینی رونق بود. پس بنابراین جواب تنها چیزی که نبود همون گزینه 1 هستش. سودی بودن منحنی عرضه به چه معناست؟ گفتم هر سودی بودن به این معنیه قیمت زیاد بشه مقدار عرضه زیاد، قیمت کم بشه مقدار عرضه کم. داریم ویژگی های منحنی رو اینجا بررسی میکنیم. خب اگر قیمت یک کالای عادی در بازار کاهش پیدا کند، قیمت کاهش پیدا کنه، گفتم عرضه کننده حالش خوب نیست، پس مقدار تقاضاشو کم میکنه. چون حالت نامطلوبه، جای نقطه عرضه به سمت چپ خودش تغییر میکنه. گزینه ها رو ببینیم. گفته مکان هندسی منحنی عرضه. داره حالت دومو میگه، میگه کل منحنی. نه، من دارم راجع به حالت اول حرف میزنم. مکان هندسی نقطه عرضه روی منحنی به سمت چپ و پایین خودش جابجا میشه. بله، وقتی به سمت چپ بیاد منحنی این شکلیه، چپ که بیاد پایین هم قرار میگیره. بنابراین جواب گزینه 2 هستش. خب سوال 168 یه سوال خیلی شیک و خوبه. گوش کنید همه با هم دیگه. کاهش نرخ اشتغال در جامعه. وقتی نرخ اشتغال کم بشه بچه‌ها، یعنی مردم کار ندارن، پس درآمد هم ندارن. یعنی درآمد میاد پایین.
درآمد که بیاد پایین مردم پولی برای خرج کردن ندارن، یعنی بازار دوچار رکود میشه. خیلی خوب، میگه تولید کننده وقتی بازار رو بررسی کرد تو این شرایط دید رکوده چیکار میکنه؟ طبیعتاً مقدار تولیدش رو کاهش میده. هیچ آدم عاقلی قیمتش رو تو این شرایط اضافه نمیکنه. کالای مکمل وارد بازار نمیشه چون پولی نیست که اصلا مکملش رو بخوایم بخریم. بچه‌ها مکمل یعنی کامل کننده. تو کالای اصلی رو نمیتونی بخری، مکملش به چه دردت میخوره؟ واردات رو افزایش میدهد؟ نه، کاری که میکنه تولیدش رو کم میکنه. واردات شرایطش چیز دیگه‌ایه که تو فصل‌های بعد براتون توضیح میدم. و سوال 170 باز هم یکی از سوال‌های بسیار شیکه، گوش کنید. گفته اگر به دلایلی نظیر تحریم قیمت مواد اولیه، بچه‌ها بازم مواد اولیه جزء هزینه هاست، مواد اولیه جزء هزینه هاست، میگه هزینه ها زیاد بشه چه اتفاقی میفته؟ بعدم توضیح داده گفته دولت قیمت ها رو ثابت نگه داشته، پس تو شرایطی که قیمت ثابته سایر عوامل به ضرر عرضه کننده تغییر پیدا کرده، کل منحنی به سمت چپ و میزان تولید کاهش پیدا میکنه. گزینه یک. من اگه بودم، البته این کتاب خودمه ها، ولی ببخشید ادامهش اضافه میکردم، منحنی، کل منحنی به سمت چپ جابجا میشود. ختمم اگه بده دیگه ببخشید، بد نیستش اینجا بده. خب سوال، مرسی زهرای عزیزم، مرسی عزیز دلم، اصلا استرس ندارید. من استرس دارم گلم، من اصلا استرس ندارم، فکرم شما استرس دارید، حتما از شما خجالت میکشم، استرس دارم. خب سوال، اب نداره، یکی از دوستای عزیزمون گفتن که انگار استرس دارید. نه اینجا گرمه دیگه، شرایط فیلم برداریه، منم گرماییم و زود تشنم میشه، شاید این حالت ها باید شده همچه فکر بکنم. سوال بچه ها؟ سوال ندارید؟ اگه سوال ندارید بریم یه مبحث دیگه جلو و یک چیز دیگه درس بدیم. تایممون تموم شده؟ خب متاسفانه تایممون تموم شده و من باید از شماها خدافظی کنم. میخوام بدونم وضعیت کلاس چطوری بود؟ لطفاً اگر کلاس خوب بوده جیغ، دست، سوت، هورا، هر چی که دوست دارید زود باشید ببینم چه خبر بوده. مرسی از قلبای خوشگلتون، مرسی عزیزای من، متشکرم از شما، امیدوارم به زودی ببینمتون تو کلاسای بعدی. من کتاب خودم رو بهتون معرفی میکنم، طبیعتاً از روی اون درس میدیم. یه قول میخوام بهتون بدم، یه نکته هایی رو بهتون میگم که مسئله هایی رو که قراره 5 دقیقه 6 دقیقه روش زمان بذارید بتونیم توی 30 ثانیه جواب بدیم. این قولی بود که من اینجا به شما دادم، حتما عملیش میکنم و مطمئنم که شما بهترین نتیجه رو خواهید گرفت. دوستتون دارم، امیدوارم که از کلاسمون لذت برده باشید، خسته نباشید، ممنونم از همه شما، مرسی از انرژی های خوبتون. متشکر، مرسی، خدا نگهدار.